دیروز تفویض مدال و امروز برکناری. غنی چالباز است اما نمیتواند خلیلزاد را فریب دهد. خود کرده را ندرد است و ندرمان. افشاگری های تکان دهنده احمد سعیدی. تولید صدها هزار کیلوگرم ابریشم در افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. تولید بیش از 1 تن ابریشم در سال گذشته. بر اساس آمار وزارت زراعت در سال 1399 خورشیدی 1099 کیلوگرم ابریشم در افغانستان تولید شده است. طبق خبرنامه وزارت زراعت که امروز سه‌شنبه 7 عمل منتشر شد، جوزجان با تولید 750 کیلوگرم ابریشم بیشترین تولید را داشته است. ولایت‌های ننگرهار، هرات، بلخ و جایگاه‌های بعدی قرار دارد. گفته می‌شود که بیشترین ابریشم تولید شده در افغانستان به خارج صادر می‌شود و حدود 40% آن در داخل کشور به نخ تبدیل می‌شود. مقداری از ابریشم تولیدی تبدیل به شال و چادری شده و برای صادرات راهی بازار اروپا می‌شود. صنعت ابریشم یکی از صنایع کهن در افغانستان به شمار می‌آید که بیشتر زنان در این صنعت فعال هستند. غنی چالباز است اما نمیتواند خلیلزاد را فریب دهد. وقت گلچین طرح آقای غنی در رابطه به کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه را خواندم، به یاد بیانیه ایشان در کنفرانس اضطراری کشورهای اسلامی در سال 2018 در استانبول افتادم. در 6 اپریل 2017 دونالد ترامپ بیت المقدس را به صفت پایتخت رسمی اسرائیل به رسمیت شناخت و فرمان انتقال سفارت این کشور به قدس را صادر نمود. در پی این تحول، سران کشورهای اسلامی بنا به دعوت اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 18 می 2018 به ترکیه رفتند تا در یک نشست تاریخی اشتراک و از حقوق مردم فلسطین دفاع نمایند. آقای غنی در این کنفرانس حضور یافته و بیانیه مکتوب خود را قرائت نمود. جالب و اما این که این بیانیه برخلاف سخنرانی بسیار سریع، ساده و روشن آقای عباسی صدراعظم وقت پاکستان، نه فقط کوچکترین اشاره از دور نزدیک به اصل موضوع نداشت که بل به شکل ضمنی در دفاع از رژیم اسرائیل ارائه شد. آقای غنی برای این که بتواند نیت خود را در لفافه بگذارد، بیانیه اش را بسیار پیچیده و گنگرایه کرد. این بیانیه آره آنقدر پیچیده و غامض تهیه شده بود که درک پیام آن شاید برای 90% اشتراک کنندگان در این کنفرانس میسر نبود. این مانور اما موفق بود، چون از یک طرف هیچ عکس العمل منفی را در افغانستان در پی نداشت و از جانب دیگر منبر کنفرانس اسلامی علل اقل در یک مرحله مهم و توسط افغانستان و رئیس جمهور این کشور به دفاع کده ضمنی از اسرائیل مبدل شد. نکاتی که در رابطه با کنفرانس صلح استانبول در سایت بی بی سی به نشر رسیده است درست داستان فوق را تداعی می کنند. آقای غنی در اینجا نیز با مهارت نیت خود را زیر زده و با کلمات بازی می کند تا آب را گلالود و از آن ماهی بگیرد. این شما و این گلچین طرح دومین مغز متفکر جهان که بدون دستکاری از سایت بی بی سی گرفته شده و در این صفحه گذاشته شده است. بخش اول این طرح زیر عنوان ایجاد ثبات سیاسی شامل موافقت بر سر موفقیت نهایی، توافق بر سر آتش بس و نظارت بین المللی، توافق بر سر اصول دولت صلح، به دست آوردن ضمانت بین المللی و منطقه‌ای و جستجوی ساختاری برای مبارزه با تروریسم و تایید آن توسط لوی جرگه است. بخش دوم طرح نیز به ایجاد دولت صلح پرداخته است. این بخش نیز شامل گرفتن تدابیر لازم برای حرکت به سمت موفقیت نهایی، اقتدار قانون اساسی و ساختار قانونی برای اجرای آن
برنامه های حکومتداری و توسعه امنیت، آتش بس و غیره است. برگزاری انتخابات نیز شامل این بخش است. بخش سوم نیز شامل تقویت صلح از طریق یک نقشه راه برای موفقیت نهایی است. این بخش نیز شامل ساختار قانون اساسی، ساختار سیاسی به علاوه مصالحه ملی است. در خاتمه باید اعتراف کنم که من شاید به دلیل قلت ذات هدف آقای غنی را خیلی روشن نمیفهمم، اما نمیدانم دیگران با این رجز خانی و صف سطح سرایی چی میخواهند. غنی البته میخواهد امه را مبهوت و کلافه کند و به مراد خود برسد، غافل از این که خلیلزاد با حق بازی های وی آشناس و البته بر سر رنگ مشخص خواهد شد که غنی آدمک کودک بیش نیست. محمد سلیم صاحب. مقدمه برکناری عنیف اطمر رقم خورد. مقدمه برکناری عنیف اطمر با اعطای نشان و مدال دولتی رقم خورد. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک خبرنامه اعلام کرد که محمد اشرف غنی به خاطر سهم فعال محمد عنیف اطمر وزیر امور خارجه و میرویس ناب معین سیاسی آن وزارت در برگزاری موافقتنامه نهمین کنفرانس قلب آسیا، پروسه استانبول و کنفرانس ژنو برای افغانستان نشان دولتی قاضی امیر امان الله خان و مدال دولتی قاضی میر مسجدی خان را تفویض کرده است. خبرنامه می افزاید که در مراسمی که به این نسبت در قصد گلخانه ارگ انجام شد، ابتدا فرامین رئیس جمهور غنی در این خصوص از سوی فاطمه مورچل معاون سخنگوی رئیس جمهور قرائت گردید. خود کرده را نه در دست و نه درمان. احمد سعیدی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: من مخالف سیاست های ناقبت اندیشانه آقای اشرف غنی رئیس جمهور بودم و هستم و این هم واضح است که نهایت دوام ریاست جمهوری اشرف غنی در نظام کنونی از محدوده 6 ماه اضافه نخواهد بود، اما هرگز وجدانم اجازه توهین و تحقیر را به کسی که به نام رهبر و یا رئیس جمهور کشور یاد شود نمیدهد. من به درستی می دانم که خلیلزاد نماینده آمریکا با طالبان، پاکستان، قطر، ترکیه، سازمان ملل که در حقیقت از آمریکا نمایندگی می کند و به طور نسبتی با شورای مصالحه ملی به توافق رسیدند که نشست استانبول به تاریخ 27 مرداد دایر گردد، اما در این مورد هیچ آجندا و هیچ نظری را با ارگ ریاست جمهوری و آقای اشرف غنی شریک نساخته است. اگر وضعیت به همین گونه پیش برود و آقای غنی به پیشنهاد آمریکایی‌ها تمکین نکند، شاید فیصله نشست استانبول با مساوی زلمه خلیلزاد و آمریکا بدون هیچ اعتنا به پیشنهاد آقای غنی صورت پذیرد. آقای خلیلزاد و آمریکایی‌ها بعد درستی می‌دانند که خط‌های سرخ آقای غنی همیشه موقتی بوده و شکننده می‌باشد. از طرف دیگر آمریکایی‌ها مصمم‌اند که به هر طوری که می‌شود با گذشتن کلاه روی آب خود را از گرداب خونین افغانستان نجات دهند. شکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.